السلام علیکم افغانستان لمر ما خامله نجیب سره او څنګه چې تاسو معلومه ده موږ پرون هم ویلي چې د افغانستان د هنر پیشه یا د سینما چې کوم لوبغاړي دغه پاستاس باندې دغه هفته چې په دې کې له ما سره مرګرتیا کوي قاسم ابراهیمی ژوندۍ اوسه سلامونه او نیکې هیله راو منای ما په نجیب جان د می پښتو مې زرګه قدر خوب نه استم مګم یک فایده کوم برنامه لمر مخام کړم دا فایده که دلمر مخوام کردیم خودت خوب دری حال که تو مگه میزنی ما که خودت خوب پشتو گپ میزنم و همشان یک سلام قریب یک سوال گفته بودم خدمت استاد شیرم تقدیم میکنم آرزو دارم خوش خوشحال باشین در هر گوشی که دنیا ما رو میبرین میبینین لذت ببرین میبینین لذت 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 ببرین و همشان یک سلام یک از دوستای ما از تاجیکستان کمیل اعظم ما رو میبینن توفیق جان یانگی ما رو سلام بگو هدف ما یانگی تاجیکی ماست خب او افغانیم داره دوباره روسی کرده ولی بیشتر یک دوست نازنین ماست و همش ما نجیب جان در برنامه هستیم بریم به طرف آشپزخانه نجیب جان درست است بله بفرمایید سلام استری میشه سلام علیکم استاد خوب هستین بخیر حال شما خوب است نترسین بندر باشی حال شما خوب است صد من خیرت یاد تشکر چی پلان گرفتین بخیر امروز خواستم که یک سالات پنیر آماده کنم که بسیار یک طعم خوب داره خوشمزه است و ترکیب شما آسان است بیندان میتونن که رو میشه و آماده کنن بله. و در پولی از دیگه یک دو غم جور میکنیم و سالات بله از پنیر جور میشه بله اما تفلک دینشان زیاد نار خورد حالا میگه پنیر پنیر خواهی بشه که قند از بشه که مشتبات و اطفال نازنین نامیشه است و نجیب جان خودت به استاد کدام گفتن داری تو را از آشپزی میگه پا خلاص هستی فکر میکنی نه چرا خلاص هستی چی میگی تو نکن دیگه که خواستگارا این وقت میشه که برنامه ببین از دست خودت دیگه خب در تاس دا معرفی کنیم چی جوه یک کیلو مسته بادرنگ یک کیلو نانا گشنی ضرورت کرده کم کاهو یو دانه پنیر 500 گرامه خوک پنیری دلمه مرچ درې دانې رومیان څلور دانې او زردکی دوه دانې وړی ضرورت کدر مالګه هم ضرورت کدر او دغه پنیر به لومړی مونږ بیا په غوړیو کې وړه وړه به یې وړو لږ به سره کوو ډېر سره نه شي وروسته دې نه بیا دا د غوړ نه بسو یو بل ظرف کې اضافه کوو نور دغه ترکاري چې تاسو وینئ بادرنګ کاوو دلمه مرچ رومیان زردکی دا ټول ښه وړو نور سره ګډېږي نو یو سلاد تیارېږي او څنګه به شړومبې هم جوړو ډېره مننه خیر نجیب جان دمیدمی ماه رمضان هم یک ساعت چقدر دیگه بخور خوش آدم میاندی تو خوستن تا هم افتار که میشه آلی دیروز گفتی نی که در اینمی اشپزخانه که چیزا شیر احمد پخته میکنه باز اینمو خوشبویش که بیا مویه بویش چقدر خوب نی؟ واقعیتا بسیار تو خوشمزه میباشه و آدم لذت میبره کیف میکنه بله نجیب جان ما دیگه میخوایم که سوالا را از دو گروپ آغاز بکنم اگه اجازه باشه بله که 8 سوال مربوط گروپ A میباشه و 8 سوال هم مربوط گروپ B و سوالا از طرف موبایل پرایم بر شما از شما سوال میشه و هر کسی که برنده میشه یک دانه موبایل پرایم برشان جایزه میتیم که اشتراکندای ما هست هم سایه میرم خانه همسایه میرین خانه همسایه میرم که بسیار یک گپ جدی یادم آمده ما خبر دارم اگر چیز گفته بودی من رفتم نه ما امو مهمان خواستیم باز ما برنامه را میبینیم یک شاعر بسیار مقبول زیبا یک نمیسی کتیو ما بدی همه هنگی زیبا و نامش هم زیبا است زیبا است برو امورا یک بدرقه بکو باست سیست کت دایره نه بخاطر ایت نیست که رمضان است فکرت باشه خوب سعی شد دیگه در گردنش گل گردن هم فرتو که قدر زد شوه خب میشه خودت خودم معرفی بکنی قند بچه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند متعال مرتضی هستم یک تن از متعلمین صنف هفتم در لیسه لیمانی و همچنان یک تن از اشتراک کنندگان برنامه لمر ماخام بشک سلامت باشی مرتضی جان نامت است نام خودت قند بچه چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم نومان نظیمی هستم متعلم صنف هفتم سه مکتب متوسط ذکور دیتیا یک سلام به شما قسیم جان و یک سلام به تمام بیننده های شما و علیکم بخیر باشین بچه شما خوش آمدین دخترها خوب هستین انشاءالله بلند بگین خوب هستی انشاءالله؟ بله نام خدا نام خدا چه چمان ساجق جوی داره افتار کردی دیگه؟ دازان دیگر؟ به شکت والا خب اش سوال از خودت میکنم مرتضی اش سوال از شما میکنم هر کسی که سوال رو بیشتر جواب داد یک تلفن پرایم که ایجا در خدمت تان است او تلفن هم میبره درست است اکسای سلفی هم میتونین که زیب تلفن بگیرین و میتونین که به دوستایتان زنگ هم بزنین خب شما هستین گروپ A و شما هم گروپ B میخوایم سوال رو از شما آغاز بکنم قرآن کریم در طول چند سال به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شد در طول چند سال در بین شما کس میفهمه؟ اونو مایک بگیرین از پیش چگک چند؟ پنج بگو چیه جان؟ در 23 سال
در طول؟ در طول 23 سال. 23 سال، نام خدا، ماشاءالله، 23 سال مقبول، آفرین، آفرین. سوال دوم هم از طرف موبایل پرایم بر تقدیم بشه و ماه و سال به اساس کدام حرکت زمین به میان می آید؟ حرکت وزی. کمکی فکر کن. به حرکت وزی مقصد نیست، اما خبرت میگم. کسی گفتم میتونم در بین شما؟ انتقالی. انتقالی، خوبش، مقبول، مطمئن هستی؟ نه، وزی هست. شما آه بگو در مایک بگو چوچه مایک ها بترش خندی نکل حالا برنامه لایف هست مره حرکت انتقالی که 100% حرکت انتقالی با سال و ما باوجود می آید نام خدا دخترها درست است جوابش درست است خورک یا نیست انتقالی یا وزی است انتقالی سک نام خدا ماشاءالله سوال سوم از شما میکنم مایک نتین مایک دم پیش خودتان باشه که چوشه مایک خراب نکنه تاریخ چیست تاریخ علم است که از حوادث گذشته در قید زمان و مکان بحث می نام خدا بسیار زیاد مقبول بسیار زیاد زیبا آفرین سوال چهارم از میکنم خط تصویری در کدام خط تصویری را کدام مردم به وجود آوردن خط تصویری خط تصویری را که یکی از سریال ها دمی ما هم نشر میشه امو سریال هم یک نقل برد میتونم دموج ثبت شده دموج پر شده و اگر ثبت هم نشده یعنی با دمو امو پیغمبر دمو, دمو, دمو کشور بوده در بین شما کسی گفتم میتونه؟ عربستان امو پیغمبر او رو در چام انداختن بیادرهایشان ناجوانی کرد مصر یک در مصر در مصر نام خدا ماشاءالله ما 50% سوال ما براتون گفتم و همینجا یک شیخ هم هست به نام بنیامین که نام برادر حضرت یوسف علیه السلام است که فعلا در او طرف قرار دارن خب سوال پنجم ازتان میکنم خط استوا کدام خط است خط که زمین رو با دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میکند خط استوا نام خدا بسیار زیاد مقبول ماشاءالله همی جان خودتان دقت بکنی که کدامشان باز برنده میشن درست است زمین چند نوع حرکت داره دو نوع کدام کدام است وزی و انتقالی باز بگو دو نوع حرکت آه. وزی؟ وزی و انتقالی مطمئن هستی وزی و انتقالی؟ بله نام خدا چقدر مقبول زیبا آفرین سوال هفتم این بسیار زیاد آسان است حجره چیست؟ حجره یک فکر کو حجره چیست؟ در بین شما کس میفهمه؟ بگو آفرین نام خدا چک بچه لایک هست کوچکترین ساختمان وظیفوی را حجره میگوین نام خدا به افتخار ازم یک چک بکنین به شکت آفرین ماشاءالله سوال هشتم هم ازت میکنم نام خدا تاوال خوب پیش رفتی مرتضی کشور ژاپن در کدام برازم قرار دارد ژاپن در برازم آسیا نام خدا به افتخار ازیام بسیار زیاد مقبول بسیار زیبا و در دنیا چند برازم وجود داره خوجا برا برازم نیست چرش خندی نکن خب خیر از او تیر میشیم او سوال نیست من میره خواستم از پیش سوال بکنم که برازم آسیا است امریکا است انترکتیکا و یا و همچنان میریم به طرف سوالای بی به طرف خودت میریم چه فضایل اخلاقی چند نوع چی نوع فضایل هستن فضایل اخلاقی که ما را از به اخلاق نیکو عمل گردانده است و از بد اخلاقی ما نموده است یک کمی بلندتر و یک کمی واضح‌تر صحیح که ما را از بد اخلاقی ما نموده و به اخلاق نیکو عمل می نماید در بین شما کسی از که تعریف کنه فضایل اخلاقی عبارتن از اخلاق نیک عبادات پسندیده ای است که طبق هدایات اسلام باشد و همچنان توسط تعلیم و تربیت حاصل می شود سوال دوم از میکنم صدقه فطر چی معنا داره؟ صدقه فطر که پیش از فطر داده می شود پیش از فطر داده می شود صدقه فطر. واجب از فرض است یا سنت؟ سنت است ما دبین شما است که صدقه فطر را تعریف کنم ام دکتر مایک بتی بم دخترک زوتر فرض نامک چی از بگو صدقه فطر اسم منیجه است آ منیجه جان بگو فرض است صدقه
ما برتون تعریف میکنم. خیر صدقه فطر چی معنا دارد؟ گفتم بر هر مسلمانی که مالک نصاب شرعی باشد صدقه فطر واجب است و از خود و تمام فرزندان صغیر خود باید صدقه فطر بدهد. درست است؟ صحیح شد بچه ها؟ سوال سیوم تا متوجه باشد زرگک. دقیق استعمال مواد مخدر باعث چی میشه؟ استعمال مواد مخدر باعث امراض گوناگون میشود که ما را از فامیل و خانواده دور میسازد و سبب خجالت خود و خانواده در جامعه میشود. این درست است، اما هدف است که این جوابی است که در اجتماع است. اما با وجود خود انسان، از نگاه طبی با وجود خود انسان چی ضرر دارد؟ تنفس خراب میکند. شش تنفس خراب میکند. خب ما براتون در شما میتونید بگین. خب ما براتون میگم حجرات بدن را زهری میسازد و فعالیت ها و اعضای مختلف بدن را برهم میزند و باعث سکتگی و اختلالات بسیار بسیار که زرگک چیز اختلالات مغزی و فعالیت های بدن میگردد. درست است؟ برق چیست؟ برق به شکل های مختلف پیدا می شود که ما را تعریف برق چیست؟ تعریف برق جسم چیزی که ما را نور می دهد او روشنی می ده. برق شما را باید که از برق تعریف کده می تانه؟ نجیبه جان برق چی است؟ مرا این وقت مرا برق گرفته گیست وقت کم است و مقابله سخت. ما برق برتا تعریف کنم. برق عبارت از انتقال ذرات چارج. برق عبارت از انتقال ذرات چارجدار منفی الکترون از یک محل به محل دیگر است. سوال دیگر متوجه باش. چراغ برق توسط کی در کدام سال اختراع شد؟ کی سوال هم از طرف موبایل پرایم است برتان. همین برق در کدام سال توسط کی اختراع شد؟ توسط ادیسن. خب در کدام سال؟ در سال در کدام سال بچه ها دخترها میفهمین کسی؟ این بسیار سوال هایی هست که تازم وفت هست، یعنی آسان است. در سال 1889 این اختراع کردید توسط ادیسن که نامش توماس است. توماس ادیسن. سوال دیگر هم از پیش میکنم یک ذره دقیق شو. سوال ششم از طرف موبایل پرایم. 8 نوع صنایع دستی کشور خود ما را نام بگیرید. قالین بافی رسندگی. 8 نوع بگوین. قالین بافی رسندگی. نفت گاز. خب شما لبنتون گفتم میتونه که صنایع دستی افغانستان 8 نوع 8 دانش کدام است؟ ما براتون میگم. سوال ششم جوابش گلم بافی است، قالین بافی است، نمد بافی است، بوریا بافی است، کاشیکاری است، کلالی است، کاسه های گلی و همچنان چیز هست و همچنان کندنکاری چوب، شیشه سازی و غیره. صحیح شد؟ سوال هفتم متوجه باش. مرکز ولایت چند ولایت مرکز شه بر من نام بگی. دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور. دایکندی کدام است؟ ایبک. این نمیمه که دوشتوک در دستشان بگیرین. ایبک دیگه. زابل. زابل است؟ بله. سرپل، سمنگان و غور. ما براتون جوابش را میگم. نجیبه جان خودتون متوجه باش که بازداینده نگویی که سوال برای من نگفتید. دایکندی مرکزش نیلی، زابل شهر قلات و همچنان سرپل است، سمنگان ایبک است، غور چخچران میباشه و همچنان سوال هشتم میخوام از طرف موبایل پرایم از شما پرسیده شما. این سوال دولتی هم هست یک کمه که وظیفه قوه اجرایه چیست؟ قوه اجرایه که یکی از ارکان دولت می باشد. وظیفه آن است که قانون را تطبیق کند، مانند که وارد از ولسی جرگه و سایر محاکم می باشد. نام خدا. جواب تطبیق قوانین را به عهده دارد و همچنان عبارتا از وزرا، کابینه و ادارات مستقل می باشد. برنده در این بخش می فهمم کی از دوستا؟ فعلا ما می فهمم کی است؟ ما می فهمم کی از بچه‌ها کی برنده شد؟
مرتضی یا ایوا مرتضی جان شما میتونید که بیاین و این موبایل پرایم نام خدا بسخار مرتضی جان یک کم بزنید که خوب سوالا را خوب جواب داد. آفرین آفرین و شما هم خوب بودین در جای خودتان بشینین که من زود دمیت دمین و روست رازو و بیا بالاخره سر خبرونتم د سیدا مول کو دوستانو بیا هم د لمر ماخام پرونه ده مرکه خوشم مه نجیب جان که د مختو پښتو غو بزنم خبره ده دا ډیره خبره چې پښتو خبر بیا بنو څنګه کیږي او پروډوسر چې ډیر شیرین خبرې کوي تر ژوند اوسې ډیره مننه او فیسبوک باندې ډیر خلکو ته تا ډیره ذات مینه را لګیلې وای چې د لمر ماخام خبرونه خوند لا ډیر چې قاسم جان په دې خبره ژوند اوسې سترګې د خایسته دي سا زړه د خایسته دي ژوند اوسې زړه هم دا فیسبوک باندې خلک وای خلک وای خلق نجار شم سیدا اوس باندې د ایشان تولیدات د خوانه ټیم ای او ټیم بی نه بل الف با د لوبه ورسره شروع کول ټیم ای تاسو خپل ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم سلام وړاندې کوم د لمر ماخام ټول کارکون کو ټول لیدونکو ته زم سادیا شمس تبریزی مکتب د شپږم ټولګي زده کوونکی ډیر ښه او تاسو بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته نجیب جان تاسو هم کارانو ته نوم محمد قاسم دی پلار نوم علیم خان د شپږم سم ټولګي زده کوونکی ما د خواندای د شهید خاص نامش قاسم هم هست دید قاسم آلی ببینیم قاسم نامه بسیار بایستداد هستن خب آلی ببینیم مگم که داری مجرد میمونی خب تیم ای تا پکتن کم چه دا بی توری راتا یا شپاگ نمونه وقت چه دا بی نه رازی خود چه دا شی نومی شی؟ او دا شی نومی بادرنگ، بامیه، برگ، بویی، بال خب؟ سیدا جواب دی سیدا آفرین ښه بهتر از د ټیم بی خوا ته او قاسم جان د تین د تی توری نه راته یو د تی تی ښه تی دا غی نه راته یو ونو مونه واخله خود شین چن میوه را نام بگی نه دغه چی مثلا هغه تور ته چې د شینوم وی میوه یا د چانوم یا د زینوم نه تبر تیشا تبر او تیشا یو دی کنه څوک ته تبر وای څوک ته تیشا وای نه تبر او تیشا نشه بجون فرق میکنه تبر ای رقم است تیشا ای رقم است خو سایس مگه وقت تقانی میکنیم سایس خو آفرین تبر تیشا تیشلا آفرین تیشلا باز برام دیگه خو دیگه آفرین تنباکو آفرین مگه نه قلبت میشه؟ تو دا قلبتی؟ کدام؟ تو تولا تلویزون آفرین توپ وا 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 چقدر معقول چقدر زیبا آفرین اوس هم تیم ای خاطر از نون نراته د یو سو شانو نمونه واخ نون ناک نان ناک ن نانوا ها نانوا نانوای نانوای نمیشه خوام نل آفرین خا بیا بیت رازو د چمبی خواته وخت کم دی سي د گاف نراته نه شن نمونه واخلو چې د شینو می گاو گل گنجش گورگ گورگ کبوتر چی نه کبوتر زمان دیگه جو کبوتر میگه کبوتر خو کبوترا دیگه گلاب آفرین و گل آقا گلدان گلدان آفرین آفرین او زمانگا در نن خبرونی دالف با گتون که چی ده تیم بی ده مگم نام خدا اردوشون بسازد مقبول بازی کردن نجیب جان مکر تان دعا میکنم بخاطر از اینکه این بیر نیم میکنن چی فکر کردیم خب تشکر از صابون
تجمیل از شرکت از تجمیل تولیدات شرکت ایشان شما میگه بین نجم جان میگه که برام دادی ما بخیر خمک شدم نه بخاطر اینکه میفهمی که ایشان تولیدات من فکر کنم اجیسان وقت برنامه تو ببینه بر خودت هم یک تحفه مقبول روان زنده باشین زنده باشین بخیر باشین یگان اعلاناتتون رو بیارین ساب کنیم این تحفه از اردی شما شما بگیرین یک تک زدگاری اون گرفت عکس گرفت بود بتون راون میکنه خب این برای اردی شما تقدیم وقت خوش داشته باشین دفتر که ما میمون هستین خب آفرین بخیر باشین اوز دریم شما چی کوم دی مونته ام دی مونته یو دی خاصه نات هم راوړی نو راشی تاسو هم را پاسې گی راشی بین او ام سه نفر یک نات میخونه ای جمع یعنی نج بجن او دا چې ام دغه سه راشی که چپل بوتان کوانه غوندې سیدا زکه دا ام دغه سه راشی راشی دغلته سیدا و راشی راشی بیا نام خدا او زر لخیره نات شریف که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا کایم خوشاله چې پیدا د مسلمان یم امتی د پاک نبی آخر زمان یم امتی د پاک نبی آخر زمان یم د رحمت د امیدوار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا شکر گزار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا د تو پید قبل ولو والتا د ګنا د ملګ ولو والتا د ګنا د ملګ ولو والتا تو می معاف کړې ګناګار یم پاک خدایا شکر گزار یم پاک خدایا ما محمود خو په لیلا سره نشتا ما محمود خو په لیلا سره نشتا تا زمونګي مولا بل مولا نشتا تا زمونګي مولا بل مولا نشتا کا سرغ او کا بیمار یم پاک خدایا شکر گزار یم پاک خدایا که غریم او که خوار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا دست ډیر شکر گزار یم پاک خدایا ماشاءالله ماشاءالله مقبول ډیر ښه او اوس هم تاسو کې یو کس قرات هم کوي کنه خو تاسو دواړه لا شیخ خپل ځیګ کنه نام خدا تاسو هم خپل خایسته غږ باندې قرات مونږ ته وړاندې کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ابس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من
استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى صدق الله العظيم. نعم خدا جزاك الله جزاك الله جزاك الله تاسو هم خپل ذکر نه او د دین ورستو په ډیر مهمه موضوع باندې زمونږ ملما راځي غ سره به خبرې کوو دا وخت دمه د مخرو به تر اسان کیو خوش آمدیم دوستان عزیز بازم برنامه لمر ماخام است همراه ما و نجیبه جان فیض و همچنان ما در کنار اشتکای قندول اطفال بسازد نازدانه و مقبول زیبا در کنارشان هستم ما هم در کنار زیاد رقم مقبول معلوم میشم این ما خود در جمله اشتکا نمیریم دیگه از ما خود دوره جوانی نه جوانی است خب نامت خود چی است؟ اسمم سمیر متعلم صنف 4 و مکتبم لیسه علی عبدالحی بیبی نام خدا نام خدا ما یکم میشه که بر لالایم بیتی نام خودت نه اسم محمد وهاب است متعلم صنف 8 مکتب در مکتب لیسه علی عبدالحی بیشک بیشک یوسف چطور هستی خودت ما یکم پیشش چطور هستی خوب بزن حالت خوب است بگو سلام به دوستای لمر و بینندگان لمر بگو به دوستای لمر سلام بگو سلام بگو سلام به نجیبه آفرین مایک بی آله دو دانه لالایم سمیر جان همراه خودت یک نعت بسیار مقبول زیبا را میخواین تقدیمتون بکنن دیگه میخواین بشنوین دخترها میخواین بشنوین یا نمیخواین نام خدا بخونین بسم الله الرحمن الرحیم نعت شریف و محمدا سر جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا و محمدا سر و جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا از فراق تو بقرارم و محمدا چشم و گریان و عشق و بارم و محمدا یک نظر کن به حال و زارم و محمدا طاقت هجر تو ندارم و محمدا و محمدا شدم عاشق شیدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا و محمدا شدم عاشق شیدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا ماشاءالله ماشاءالله نام خدا چی مایک کدام چیز خودت میگی بخوان کدام چیز خواندن بهتری خودت یوسف بورس بورس بخوان یک چیز بخوان بورس بندون از خوب خیزه خب چه مره رشخندی نکنه دیگه برنامه خلاص شد حسیم جان زیاد تشکر او اوز هم داستا څنګه چې مخ کې ما ویلی یو داسې موضوعات چې هغه ډیر مهم او خوشبختانه لبون سره په خبرونه کې اوس ملمره تاسو به ارمان اف ام اتنیوی اشاریه یو نه دوونه تر تلور پوری یو ډیره خاصه مذهبي خبرونه او ری چې په هغه کې لمون سره حبیب الله مرادی صاحب وی په خبرونه کې چې دا غی نوم دی گنجول عرش او په هغه کې کوکب په یو رقابتي مقابله هم د چې هغه کې به په وښتم روزه باندې ز فکر کوم چې یو غټون کې وي او دویم نمبر او دریم نمبر به هم په دغه خبرونه کې اناونس کیږي خو اوس چې دلته لمه سره حبیب الله مرادی صاحب ملمه دی یو څه موضوعات د سیمه مهمه او چې مادي تکلیف ورکړي چې باید راشي او هغه مونږ ته نور هم واضحه کړي مرادی صاحب تاسو شراغ لاس وایم مننه تشکر میکنم از شما که ما را دعوت کردید در برنامه بسیار وزینتان و سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بیننده های تلویزیون لمر در خدمت شما هستیم و
تشکر و یک ما بریم که برنامه تان زیاد علاقه من داره اینمی گنجول عرش کسته و ما هم از او بسیار مواری زیاد خانوما و زیاد مردم از او زیاد صورتی چه فایده لسته را وردم بله. نن یو سو داسی پختینه چه آقا دیری آسانی خود دیری مهمی دی منگ دا پارا اولنی پختینه خوزده کاما چه تراوی شل رکات هم دی او ترکاته هم دی نو څوک وای چې باید ترکاته وکړو څوک وای چې نه باید شل رکاته وکړي نو که دا مونږ تراتو وای سیده تل غوازیه کوي چې تراوی یکی از چیزایی است که همیشه ما وقتی که روزه را به زبان خود میاریم تراوی هم ای بر ما چیز میشه در ذهن ما میاد بنان تراوی یکی از سنن است که از پیامبر علیه السلام هیچگاه دقیق یک عدد مشخصش نامده که 8 رکات باشه یا 20 رکات باشه بنان در زمان پیامبر علیه السلام خودشان هنگام آمدن در مسجد نبوی نماز خواندن یک روز خواندن که چند صحابه آمد پشت سرشان اقتضا کردن بعدا دیگر روز آمد که نماز میخواندن به تنهای خود ولی صحابه بازم آمدن یک جمع غفیری از صحابه در پشت سر زینا استاد شدن بنان بعد از این امی سلسله آمدن خدا و استاد شدن صحابه و پشت سر پیامبر علیه السلام دیگه پیامبر علیه السلام نامد چون به این فکر شد که اگر ما ای را ادامه بتم شاید مردم فکر بکنه که واجب و یا فرض شده بالای از این خواندن تراوی و یا خواندن همین نماز بنان پیامبر علیه السلام بعد از او قد کردن بعد از او صحابه به مراتب خود هر کدام آمدن و بالاخره در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یکی از قرایی که در او وقت زمان پیشتاز بود در تلاوت قرآن اونا را گفتن که شما پیش شوید بله. چون هر کس نماز خود میخوان ولی ای تو پراگنده بود یکی یک جا میخوان یکی یک جا بالاخره گفتن که یک سیستم و یک نظامی برشان جور شوه امر کردن به قاریه که پیشتاز بوده او عصر زمان و در پشت امامت از اونا ختم تراوی شروع شد و در او وقت 20 رکات نماز تراوی را خوانده یعنی یک عدد مشخصی از پیامبر علیه السلام روایت نشده که پیامبر علیه السلام گفته باشه این تو یک چیز است بنان یک نفلی هست که پیامبر علیه السلام و همچنان بعد از او صحابه کرام بالا از این اجماع کردن و این نماز خواندن حتی 11 رکات هم گفته شده نماز روایت شده یعنی از صحابه یعنی 11 رکات خوانده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت شده که 8 رکات پیامبر علیه السلام نماز می خواندن در شبانه و همچنان 20 رکات روایت شده حتی در زمان حضرت عمر ابن عبدالعزیز 36 رکات نماز خوانده شده بنان اما اصل موضوع این است که اگر در جای کسی 8 رکات میخوانه یک منطقه یا محل برای خواندن 8 رکات عادت دارن امام هم به می عقیده هست هیچ مشکلی نیست باید 8 رکات مردم بخوانه کسی پیدا نشه که زمینه اختلاف و یا فتنه شوه برای مردم بگه که شما باید 20 رکات بخوانید و اگر در جای مردم 20 رکات میخوانه مثل ما و شما در افغانستان مردم 20 رکات معمولا در مساجد میخوانن و اگر کسی بیاد دیگه ایرا بندازه آشوب یا فتنه ایرا ایجاد بکنه بگه که شما باید 8 رکات بخوانی یعنی این میره تشنج و یا که اختلاف در ما بین مردم میشه مراد صاحب یک کوتا میخوایم از شما پرسان کنیم چه منگا حوریدلی چه اکثرا لکه وزه چیم زه همیشه په نور ورځ کی روزی نه بغیر ز دو رکعت نفل د مسخوت من سره کوم دو رکعت سنت نه ورستم نو ما دا ورته شویل چې باید دغه دو رکعت نفل چې دی دا باید تراونه ورسته وکي په روزه کې سیدا نو دار توی چې دا وز دراونه ورسته دو رکعت نفل کو کنا د دو رکعت سنت نه ورسته وکړو دا ودرې چې زه پښتو کې تاسو سره غو کوم کیدای شي چې زما غلطی نه مو شي په پښتو کې خو تاسو او لیدونکو تور می او بخي نه نه خوښ کوم دا تراوی نماز کوم د خپل اصلا نافله نماز ده یعنی نفلی نماز ده او اصل پدې د دې چې تاسو د مخصوصن جمعه یا فرض نه وروسته هغه دوه رکعت سنت وای دوه رکعت سنت وروسته
سمره اتر کات تراوی کای کشل کات کای اغه کای دی اغه نه رسه سلور درې وتر کای دی اغه نه رسه ختم دی تاسو کول شي چې هر وخت نافله منځونه وکي مانه خیر سي یعنی نافله لپاره یو مشخص وخت نشته دی صحیح ده تاسو کولای شئ هر وخت کې نفل منځونه وکړئ ډیره مننه مرادي صاحب خیر اوسې یو بل ډیره مهمه موضوع چې ما تاسو سره سس کړو را روانه ورځو کې به د ما سره مل مکیږي ډیره مننه تاسو زراته کر څخه خوشاله اوسې کور مدان د ما خلو به تر اسانه کې شراغلاس خبرونه المرما خامله نجيبه سره څنګه تاسو ګوښه تر زما سره یو ګران ملمنه ناسره د دوی په اړه کې لمون سره یو ویډیو کلیپ ته تاسو وګورئ او بیا به سره ساني کی فرحت سیبا یوسف زې په دیار له سواتیا کال کې په پاکستان هیواد کې په یو رون اند کورنۍ کې دین اړتیا سرګیرا وغړولې او لمه شوم توپ څخه یې لیوالتیا ل لیکوالۍ سره وا او داستاني کتابونه یې ډیر خوښیدل او مطالعه یې کوله تر څو چې په 12 کلنۍ کې چې شپږم ټولګي زکونکې وا لیکوالۍ یې پیل کړه او لن داستاني ولیک او د لیکلو سبب یې هم د خپل پلار د لاس ور کول وو او د هغه اکثره لیکنې او شعرونه د پلار په واسطه کې دي او هغه وکول شول چې په یو کال کې یو کتاب پای ته ورسوي چې نوم یې حقیقت های زندگی یا هم د ژوند حقیقتونه و چې موضوعات یې ملی او ټولنیز واقعیتونه وو په ساده ژبه د خلکو وخت ته ورسول چې په دې کې اکثره د هیواد خزو لپاره ځای ورکړل شوی وو ځکه چې په 16 سیزو کې ډیرې ستونزې ګاللې دي فرحت یوسف زید فرهنګیانو او شاعرانو ترمن ځانته ځای پیدا کړ او په ډیرو رسنیو کې خبرې اترې کړې فرحت یوسف زئی یو نوښتګر لیکواله مستعد شاعره چې نوې شعر او سپین شعر د هغو کلا سره بولی چې په زړه ځای نیسي بیا هم پدې چې فرجان لمغ سر په خبرونه کې دا زغړم چې قاسم جان هم دې ته خراغ لاست وای فرجان عزیز بسیار خوش آمدی با لمر ماخام د مورد فرجان فقط یک چند کلمه را میگم که فرحت زیبا یوسف زئی یک شاعر بسیار نازنین و همچنان شاعر جوان کشور است و همچنان نویسنده فعال جامعه مدنی من یک پروگرام خواسته بودم نجیبه جان همین تایتلش به اندازه یک ورق کتاب بود که من در موردش میگفتم و خوش آمدی فرحت جان صفا آوردی بازم تشکر سلامت باشین نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما قاسم جان و نجیبه عزیز ما سلامت باشین از دعوتتان خوشحال هستم امروز که با شما هستم البته و باید در مورد برنامه شما کوتاه بگویم که من همیشه بیننده برنامه زیبای شما هستم واقعا امروز ما جوانا بخصوص اطفال ما نیازمند چنین برنامه هستند تا ذهنیتشان رشد بکند و همچنان چیزی که میبینید شما و امروز ما وضعیت افغانستان را میبینیم که چقدر بالای روحی همه ما تاثیر میکنه بخصوص بالای اطفال و اطفال گرداننده چرخ فلک فردای کشور است خیلی نیازمندی است که ما بتانیم در کنار ازی که بالای خود زحمت میکشیم بالای اونا هم زحمت بکشیم واقعا کارکرد شما قابل قدر است ما به نمایندگی از تمام فامیلای افغانستان از شما سپاسگزاریم تشکر از شما مهربان هستین اولین سوال ما میخوایم که بکنیم که اگر نفهمیدین اون سوال را گفته بود نکنی اون سوال را گفته اونم سوال نمیکنم من خودش میگه که اون سوال نه اون سوال نمیکنه فقط دایید برش ماهی و جلبی میارن مگه اون سوال ازش نکنید صحیح موضوع ماهی و جلبی شنید استاد زفت کرد پکتن می داره چې تاسو نام خدا من دا ویډیو کلیپ کیو کته چې تاسو د ډیر وړکی عمر نه یعنی د ډیر ځواني نه تاسو شعر او شاعری او شعر لیکل ډیر آسان کار نه وای صحیح ده نو دا راته وای چې دا د شعر خلک وای دا آمد کیږي په انسان باندې یو وخت هر وخت نه کیږي چې زه تاسو ماته شعر ولیکم کنه نو دا خبر تر کومه حد پورې رښتیا ده باید بگویم همیشه شاعرها به این فکر هستن که شعر بر ما الهام میاد درست؟ ولی این زمان اتفاق میفته به نظر من هر انسان در زندگی
با اتفاقات گوناگون مواجه میشه. بله. ولی یک اتفاق سبب میشه که او دست بزنه به یک هنر. همیشه لازم نیست که انسان شاعر باشه. میتونه نقاش خوب باشه، میتونه دکلماتور خوب باشه که به واسطه از او احساساتش بیان بکنه. بله. و اتفاقی که سبب شد ما دست به شعر بزنم و تقریبا تازه هم آغاز کردیم، نمیتونم خود شاعر تکمیل بگویم چون دیگه عرصه باید خیلی کار بکنم، از دست دادن پدرم بود. خدا مغفرت کنه. سلامت باشین. که ما خواستم امی درد ما و امی احساسات ما بیان بکنم توسط شعر. ولی آهسته آهسته فکر کردم که از دست دادن پدر نباید سبب شود که من صرف در مورد پدر بنویسم، بلکه شعر هم یکی از اهدافم باشد در پهلوی نویسندگی. چقدر خوب فرد جان، اینمی اولین شعر که به پدر جان تان خدای دیو بخی ولی که اول وردی چه تا برای کی و نمو شعر که اول به پدر جان خاندین یا نشان دادین یا برش خاندین کی بودن؟ خب من نمیخواستم به کسی نشان بدم. اتفاقا همیشه با خود می نوشتم. یکی از روزها زمانی که من نوشته می کردم مادرم متوجه شد و گفت که باید ببینم نوشته تا ببینم. و من نمیخواستم او را نشان بدم، با اصرار زیاد نشان دادم و زمانی که من او را برش نشان دادم در پهلوی از که اندوهگین شد به من گفت که باید ادامه بدی. عالی. و ما خواستم که در پهلوی نویسندگی که از صنف ششم آغاز کرده بودم البته قصه های کوتاه که یکی از مجموعه سال گذشته به نام حقیقت های زندگی که تمام دردها و آرزوهای مردم افغانستان بیان کرده بودم. عالی. ما متاسفانه فراموش کردم که یکیش بر شما تحفه می آوردم. قرض سر شما مونده، بخیر حتما بر ما میارین. بله. اگر که فرح جان یک قسمت از شعر، یک شعری که خودتان سروده باشین. بله. دکلمه میشه دیگه نجیبه جان، دکلمه بکنین. خب ما قبل از اینکه دکلمه بکنم از شما میخوایم سوال بکنم که غزل دکلمه کنم و یا هم شعر آزاد؟ از شعر آزاد. نجیبه یک ذره پاپ است میبختم. غزل خوش نمیه. خب درست. ما غزل هم خوش دارم. ما به خاطر که فرزان کتما دارم. فرزان جان دیگه هستن. او میمان بعدی. نه ما فرزانه نگودم. صحیح است. ما فرات زیبا را میگم که در برنامه ما اسمم خوش هستم. شما وری نوجوانا را که میبینم، خانما را که میبینم، دخترا را که میبینم موفق هستین و افتخار ما هستین و ما همتون گوش هستیم. خب خیلی پسیر تقدیم میکنم بر شما. درست. زنده باشی. و ما ایره تقدیم میکنم به مادر جان خودتان، به خاطری که من میفهمم که پدر جان فان که نیسته، اینو مادر جان شما هستن، قهرمان هستن که در این جامعه در این چی که شما رو تشویق میکنه. یک سلام خاص به مادرتان و آفرینتان و ما اینو میرقم مادرای قهرمانان دیگه هم ضرورت داریم به واسه تمام مادرها اگر چه قهرمان هستن. به نام خداوند بخشاینده، نه با تو آرام دارم، نه با تو آرام دارم، نه بی تو آرام دارم، نه با آب و نه با آتش، گه میان زمین و گه میان سما، نه با آهوی صحرا هم فطرتم و نه با مرغ سحر. آوازت را که میشنوم، نگاهت را که میبینم، نه از نوایت سیراب میشوم و نه از نگاهت. عالی. ببار بر من ای روح هما، ببار بر من ای روح هما، ببار بر من ای باران سبا. ناله کنم همرازم شو، شکوه کنم فریادم شو، که نه با نور خورشید آرام دارم و نه با ظلمت شب. واه. کیستم من؟ اینمی باید اگر بیا دوباره؟ که نبا؟ که نه؟ که نه با نور خورشید آرام دارم و نه با ظلمت شب. کیستم من؟ کیستی تو؟ یک روح و دو تن، یکی تو و یکی من، که من نه با تو آرام دارم نه با خویش. افسانه کن مرا، گه دیوانه کن مرا، که نه افسانه من نه دیوانه من، آنچی میدانم از برای عشق تو روانه میخانم.
و نام خدا. زیبا جان مرقم چیز نامتون زیبا هستن خودتون زیبا هستن شیر مقبول و زیبا نام خدا و نجیبان بسیار یگان شیرهای مقبول یکم بار میسر آدم یا آشپزخانه که استاد شیر نمی باشد باز اون یگان شیر این رقم کدام روز نمی باشه که خودش شیر نباشه ما طرف وقفه میریم باز پس میام یک سوال دارم از خود از قاسم جان که اونم روسی دکتر چطور بود و چی قصه بود خب مگر من میفهم که او قصه یکم زر طولانی است طولانی و قدر نیست ما برد خیر و قصه دکتر هم میکرم که موضوع دکتر هم بود ما تیزر سهاری بگوین و باز فیلمش بعد از چی ریلیز فقط میگیم که می یک دو دانه دکتر با هم عروسی میکنن مردم چطور بفهمه که عروسی یک دکتر است یا عروسی دو دکتر است خب روشانش بود خب بعد از وقفه ادامه دارم چی چوشه؟ شراغلاس پرمون المرما خامله نجیبه سره ای باز چی میخوایم؟ چی میخوایی چوشه یوسف؟ ایره بگی چی؟ بگی ازی؟ خونه سلات الله خیر است اینه؟ افرین اینه بگی خواهم او دلت از ما سره دیر مایک پیشی کی است؟ نام خدا خو مقالم برای کتما پیش خود باشه اول خود معرفی که بچی؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصال الله رسول کریم اسمه کاوسری بیست متعلم ساششو سم فشاشو مکتب متوسطه نسوان گزارگاه سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام دیدگان عزیز تلویزیون لمر میخوام که یک مقاله راجع به حجاب اسلامی خدمت شما تقدیم نمایم نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم خداوند جل جلاله زنان و مردان مسلمان امر می کند که چشمهاشان از نامحرم پوشانیده و به این ترتیب عفت، آبرو، کرامت، پاکی نفس و پاک دامن خود را حفظ نمایند و جامعه اسلامی را از نجاست فحشا افتیدن در گرداب فساد، انحلال اخلاقی و از باب اغوا و گمراهی نگه دارند و نگذارند وسایل اغوا و تحریک و فتنه انتشار یابند. اسلام در این قسمت زنان را نسبتاً زیادتر مکلف ساخته زیرا می‌خواهد که پاکی و عفت آنها بیشتر باشد. چون اظهار زینت و فتنگیزی از مهمترین اسباب انحلال اخلاقی و فساد اجتماعی است لذا خدا آنجا جلو زنان مسلمان امر موکد می کند تا از اظهار زینت در نزد اجانب بپرهیزند و بدین ترتیب دروازه های فتنه و فحشا باز نگردد و این پرده و حجاب بدم اظهار زینت مانی اصول این تیرمس مبر هدف گردد پس ای خواهر مسلمانان هایی که به نام آزادی و دموکراسی می خواهند عزت کرامت و حرمت اسلامیت را پایمال ما این را به کوچه و خیابان بکشند دل سوز و خواهان آزادیت نیستند بلکه می خواهد جامعه اسلامی را به فساد بکشد پس برتوس که با حفظ حجاب اسلامی ارزش‌های اسلامی را حفظ کنید زیرا تو نصف امتی و نصف دیگر امت از تو به دنیا میاد در نتیجه تو همه امتی کودکان مسلمان در دامن تو تربیت می شود و در آیند جامعه اسلامی به وسیله تو رقم خود عالی عالی بس عیسو تشکر تشکر عالی نام خدا نام خدا و د پالیت دیگه دخترکا ششته هستند که نام باید گپ بزنیم سیستا شما خود معرفی کنین بسم الله الرحمن الرحیم اسم من از همیرا اسم دوم جیم مکتب شمشاد لیسه علی خصوصی شمشاد نورسی خب خودتون اسم من از ماریا ماریا چیرس ویلا رو داریم مگم اسم من از ماریا سنف دوم جیم مکتب شمشاد نمبر 3 نام خدا نام خدا نام خدا کدام نب میخواین یا شعر میخواین نجیبه؟ برای ما ترانه داره ترانه میخواین نام خدا بسم الله بسم الله بسم الله و نمد الله بسم الله بسم الله In the name of Allah, I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hand, but before say Bismillah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hand, but before say Bismillah. Bismillah, Bismillah.
بسم الله هو نمد الله بسم الله بسم الله In the name of Allah When I'm ready for lunch Don't forget to say thank To those who feed me well But before say Bismillah When I'm ready for lunch Don't forget to say thank To those who feed me well But before say Bismillah نام خدا نام خدا نام خدا ماشاءالله ماشاءالله ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه او څنګه چې تاسو ولیدونکو ګوري چې زیبا جان هم لمونږ سره دا خایسته ماشمان نه هم لمونږ سره ناشتي او د سرخان به تاسو هم اور کړی او زمونږ د سات چکم ټایمر د کم ساته لزه شماري چې مونږ ته واغې ته هم ډیر کم یو څو ثانی بس پاتې دي شروع کیږي نو د سرخان اور کړی تاسو نه سي لاسونه باید دوه د پورته کې دا خو پرې یوسف چې د خوږه واده بس هغه فرجان وخت افطار کړ در دې چې اذان ته اوس هم یادخه پاتې ده زه غواړم چې هغه د ډاکټر کیسه چې ده د واده کیسه چې ده غلطه تقسیم وکړي زنده باشي نجیب جان مې کمی چطور بفهمیم مثلا هر کسی که یک مسلک داره یک کار داره یعنی یک عشق و یک علاقه خاص کار داره مثلا فرهاد جان یک شاعر است یعنی یک کسی که شاعر نباشه یک کسی که علاقه نداشته باشه به یک مقام رسیده نمیتونه یا مثلا خودت پرزنت میکنی یا استاد مثلا آشپزی میکنه یا کسی گلکاری میکنه چطور بفهمیم که آروسی یک دکتر است خب میگه که دکترها باید این رقم آروسی کنند که عوض موتر گلپوش موترشان امبولانس باشه درست است عوض برنج لوبیا و یا به مردم یکان تابلت و ویتامینی گپا تطبیق بکنند درست است عوض عکس شاه آروس ایکس ری بگیره و در گردن شاه آروس هم عوض گلگردن آلی فشار باشه عالی عالی شکر الحمدلله چې موږ ته خدای توفیق راکړ چې موږ روژه ونیوله او خدای دې په خپل در کې زموږ روژه او زموږ عبادتونه قبول کړي هم یک پکوی هم بود گفت یک نفر در سر سرک روزه میخورد پکوی تکرار است اما چون بر رمضان است به او خدای خواستم بگویم باز این پولیس ها که گیر میکنن بسیار اصابشان خراب میشه که در رمضان ایچور روزه میخوره این مستقیم میبره محاکمه محاکمه که میبره میبینه که این در بیرون دیگه نانخوش کردارایی بوده در مکان میبره که قاضی کباب خورده رئیس میگه که قاضی میگه چرا این آوردین میبینه قاضی هم روزه رو میخوره میگه چی در بیرین نان خشک میخورد آورده میش داخل کباب هم بخوره دماغ لو در بیرین روز را رسانی شراغلاس پرون الوار ما خامل نجیبی زرم ما قسم جان ډوډۍ خورما ته لګ ډوډۍ په قلاره قلاره خورم چې مریض نشي وای خیر که مریض شم بل بخش کیسه مونږ سره مې جنگ میکرد مرا ویاب میکرد او انو ازونه موشت کوستی نه مو دغه جای نه مې برمت نه تو ازو تو خړای فلم است نجیب جان پرودوسر دغه شم میگم مگه نجیب از خړای فلم است که در سر فلم زخمی بشه تا خړای فلم ده شب خانه است ما تیم خودم میشناسم ما پرودوسر خودم میشناسم هر کسی در گوش من گفت دیگه نه نه او پروڈیوسر نبود او حتما کدام کس از پروڈکشن بود فرا جان نان بگیریم خواه ایت نان نگیریم خواه او او سمانگ سر مایک پیشی کس بچی؟ این ای مایک بطی افرین اوی ببخشی نخواست بچیم اول زن معرفی که تاسو؟ خود معرفی کنیم بچیم بسم الله الرحمن الرحیم اسم من نجاست سن متعلم سنف 6C مکتب لیسی قلعه زمان خان سلام به محمد جیبا جان سلام به همکارات یک قرآن قرائت میکنم با ترجمه خاصه و این هم برادرتان شش تا هستن خو نامشون بسیر بسیر جان خود مکتب میری بخیر بله خود کدام صنف هستی صنف 6-1 6-1 نام خدا و دا اینده چی میخوای که جور شوی دا اینده دکتر
ډاکټر نام خونه و زدا بایدوای ما چې دلمر ما خام د چیم د خونه چې زمنګ دغه د ګلالی ماشمن راغی دی سره بدلمر ما خام د خونه دغه ډالی چې سوړو غوړی او د شیان دی دا بد دی سره زی بسیر جان الله تاسو سره خیر سره او بیت رازو خود آینده چی میخوای کی جوشی بخیر مایک مایک بسم الله الرحمن الرحیم دا آینده میخوام که چی شم معلم معلم نام خدا خو معلم خو میشوی باید علی قرات پر ما تلاوت میکنین سیست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین ډیر مننه تشکر ډیر یا و ما می خوایم کې علی یوسف خو مصرف خوراک هستن گپ زده نمیتونم مگم از راحت جان می خوام که سوال کنیم که انشالله آینده با اینا آینده پلانتون چی از چی می خواین که زندگی دیگه زیاد کاراست می فهمم مگم باید بفهمیم که چی پلان داری با اینا سلامت باشین خب یکی خو حرف زدن است یکی تطبیق پلان و یا مو اهدافی که در آینده داریم دوست دارم روی امی اشعار و نویسندگیم بیشتر کار بکنم در کنار ازی فعلا ما محصل علوم سیاسی هم هستم نام خدا که هدفم اگر بتوانم در آینده در هر مقامی که باشم خدمت به هموطنانم باشه بخصوص امی اطفال ما که بیشتر نیازمند تحصیلات هستند باید یک مسیر بالاخره برایشان باز باشه تا اینا بتوانن رشد بکنن و استعداد خود را تکامل ببخشن و می خواهیم که بیشتر روی اینا کار بکنن نام خدا عالی عالی بسیار باشه مجبورم نتاقای به زوال باره بگویم در غذا کدام غذا را خوش داری؟ طرف من نگون نتاقا اون رقم به زوال می باشن نه؟ نه حتما در خوردنی چی خوش داری؟ کدام رنگ خوش داری؟ میگه در زندگی کدام وقت یک خاطری که ترسیده باشی؟ چی؟ میگه در زندگی یک خاطری تا بگو که ترسیده باشی نه؟ ما که نمی د پالی تو خود باشم در برنامه می ترسیم برنامه که زنده باشه دیگم ما همچنان سیم تو و فرهاد جان بدون از اینکه شاعر نویسنده هستن فعال جامعه مدنی هم هستن فرهاد جان بدون از این موضوعاتی که ما خبر دارم دیگه کدام کارا نام خدا بسیار زیاد شخصیت فعال هستی خب ما با یک مجله بسیار باشکوه همکاری دارم در قسمت مقالات و او در اروپا به نشر میرسه البته نشرش برای زناست در اروپا که مدیر مسئول اونا یک بانوی خیلی شجاع هستن علومی عزیز که من سلام میفرستم برشان از طریق ایمیل همیشه همکاری دارم و مقالات که راجع به زنان نوشته میکنم اشعار همچنان او قسمت همکاری دارم و در ارتباط به فعالیتم در جامعه مدنی باید بگویم که در سازمان های مختلف بخش گردانندگیشه مفعالیت بله. شما در مقاله می نویسین بله بله. شما سرکارتان که در مقاله است اینا که در ملاقه زیاد در آشپزخانه سرکارشان است بخاطر که در آشپزخانه خودت می باشی واه واه چی یک شعر بود یا عدد واه 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 در اید منتظر باشین خب چی مشکل داره که هم با مقاله و هم با ملاقه بله آشنا باشیم یه مک تعریف بوده هم مقاله نخواست از تخریب نبوده نه خب تعریفش هم نمورا از تخریب کم نمی باشن خب رازان چی پیغام با لیدون کتا تاسو لرین؟ باز هم از دعوت شما سپاسگزاری میکنم و پیام ما بر تمام ملت افغانستان ای است که همیشه تلاش بکنیم راز موفقیت دریابیم و راز موفقیت همیشه در اتحاد و همبستگی ماست تا ما متحد نشویم هیچگاه صلح از بیرون نمیاید ای ماستیم که صلح خلق میکنیم هر گاهی که ما همدیگر را بپذیریم راه درست را پیدا بکنیم حتما به موفقیت و به صلح سرتاسری راه میافیم و همچنان کوشش بکنیم که در کنار از اینکه به خود خدمت میکنیم به دیگران هم مصدر خدمت شد مثل اینکه شما برنامه هایی میسازین خیلی مفید و
جوانان ما را، اطفال ما را رشد میدین. خودش یک خدمت بسیار بزرگ است. تشکر فرهاد جان عزیز که خودت به این پروگرام آمدی و ما و فرهاد یگانه کسایی هستیم که بدون اعلانات تجارتی به این برنامه اشتراک نمیکنیم. و فرهاد جان تشکر که آمدی. تشکر. آنچه را بشنیدی در پایان بزرگ کنیم. دملرو. دملرو. دمین و روز تو داکتر اقبال لمون سرنه او قسیم بدین پختونه که استاس ایمیل و فیسبوک تا به هم جواب ورکړه. داکتر صاحب مدل مسئله عملیات. شراغلاس خبرونه المر ماخام له نجيبي سره نن ما ویلی زه په قلاره باندې د یو خو همکار یو تکړه همکار دا فائده ای چې ته په قلاره باندې ضروري خورم او قاسم جان د ډاکټر اقبال صاحب سره دا برخه مخ په وړاندې ویسی ډاکټر صاحب ستړی مشه مننه تاسو ستړی مشه نجيبه جان مونده نه بش نجيبه جان سر نان چنګه وس به خاطر امروز روز سالگیری برنج تحلیل کردم شو به خاطر نجيبه جان دیگه باز ما گفتن امروز ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه آرزو دارم که رمضان به خیر و به خوبی سپری شد. این پشت تنه چند گپم زدین گفتی خدا خیر پیش کنه که نفر بسیار زیاد تیز است. من هم دکتر صاحب کوشش میکنم که از عملیات های شما مخدر نجات بتم. مننه ژونده و سی زم خوشحاله شم تاسو سره په خبرونه کې ما ان شاء الله چې مسابقه هم خوب په پر مخ لاړ شي ان شاء الله. دکتر صاحب اقبال آواز هم خوش آمد میگیم. دکتر صاحب میخوایم امروز در مورد سنگای گرده گپ بزنیم که گرده چه رقم سنگ پیدا میکنه، چه رقم گرده چرک پیدا میکنه، از کجا شروع میشه و باید برای جلوگیری از این کار که یک انسان مصاب به این مرض نشه چی باید کرد؟ پستر گل لمړی د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه احترامات او نیکه هیله وړاندې کوم او یو خاص سلام خپل ګران ترته پروفیسر صاحب ډاکټر محمد آصف چې زما نن شپه ملمو او زه دلته د لمر ماښام ملما شوم. هیله ده چې زما دا عذر ومني او زه همیشه تشویق کړی ما چې د ټولنې خدمت وکړم. د پښتورګو تیګې ممکن خپل په پښتورګو یا بډوډو کې رامنځته شي یا کولای شي چې حتی دغه تیګې په حالبین یا هغه پایپونه چې د ګردو نه ښکته کېږي رامنځته شي او یا دغه تیګې ممکن خپله په مثانه کې یا د تشو میتازو په کڅوړه کې رامنځته شي. دغه تیګې ممکن د 3 میلیونه نیولې تر 10 میلی متر پورې حتی تر 40 میلی 40 میلی متر پورې چې بالاخره ممکن د پښتورګو د خرابوالي لامل وګرځيږي. تیګې ډېر زیات ډولونه لري. د کلسیم تیګی بیلی دی، مکس تیګی بیلی دی، خو موږ راځو اصلا عوامل ته چې هغه کم عوامل او هغه کم اسباب دي چې په پښتورګو کې تیګی رامنځته کیږي. په دې کې محیط ډیر زیات رول لري. کله چې هوا ګرمه شي، نن سبا هوا ډیره زیاته ګرمه ده، د روژې میاشت ده، د اوبو څښاک کم شوی دی، د هر عمل چې د تشو میتیازو غلظت زیات شي، نو په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې په آینده کې د تیګو د جوړېدو زمینه رامنځته شي. خصوصا ځینې خلک ډیر زیات غریب دي، فقیر دي، د لمر لاندې ولاړ دي، خپله د حرارت سره مخامخ دي، په کورونو کې ښځې اشپزخانو پخلنځو کې کارونه کوي، خوله کېږي، ماشومانو ته شیدې ورکوي چې د دوی تشو میتیاز یا رڼې میتیازې غلیزېږي او د تیګو د جوړېدو لامل ګرځي. بل غټ علت د تیګو د رامنځته کېدو دا دی چې وایي کېدی شي ارثت پکې رول ولري. هغه والدین چې اکثرا د پښتورګو تیګې لري ممکن وایي په اولادونو کې دا تیګې هم رامنځته شي. انتان یا میکروب لکه څنګه چې تاسو ویل چې آیا ځینې بکټیریاګانې یا میکروبونه حتی کولی شي ماشومان دي سوزاک کیږي یا ځوانان د سوزاک په ناروغۍ باندې اخته شي. که چېرته دوی درمل نشي د پروټیوس په نوم باندې یو بکټیریا ده چې خپله د سټرویټ په نوم باندې زنیتی رامنځته کوي. له بل عمله ځینې خپله ناروغۍ دي چې د هایپر پاراتایرایډیزم په نوم باندې او دغه د ناروغۍ یا کله چې په ادرار کې د کلسیم سبیا ډېره زیاته اطراح کیږي دغه هم کولی شي چې د تیګو د راجوړېدو کومه کوکی. په زمین کې وایي چې د تیګو د جوړېدو لامل حتی هغه کسان چې په بستر کې پراته دي او هغوی تحرکت نه لري یا د زړه مزمنه ناروغي لري یا د ځیګر مزمنه ناروغي لري، په دغه وخت کې د دوی د هډوکو څخه کلسیم آزادۍ کې په ادرار کې دوی کلسیم زیات اطراح کیږي، دوی هم ممکن په پښتورګو په تیګو باندې اخته شي. بله بله. و ډاکټر صاحب خود ما هم یه زرګه ګردې مشکل داشت، ما خود ما هم یکم تو معلومات نه این مورد دارم، قریب از دکتر گرده شدم در این وقتا چون ما خودم گرده مگزرگه شرک داشت. دکتر صاحب میگن که پروتین مثل لوبیا، گوشت، چیزایی که پروتین دارم به گرده نقصار کسایی که مصاب به این مرض هستن، درست است؟ خ خبره ده. وی تاسو کوشش که هر حق خواهده چی خورید خوړو سره په کافی اندازه سره اوبه وسکی. که چیر تا منگو تاسو ده هر خوړو سره په کافی اندازه سره اوبه وسکو
او به ډیری وی تشی میتیاز مرانی وی او همیشه زمنګ اوسو تشی میتیاز بیرنګ وی غلیز نیوی د ټګو په جوړودو کې خاص رول نه لري زکه تر اوسه پوري وای هغه کسان چې د پښتورګو ټګو ولري نو ودی د کوششو کې چې د شودو نامستون له بنیاټو نه دي زغه دي پریزو کې زکه د په ترکیب کې کلسیم او اوګزاله ډیر زیات نو د ټګو د غټې دوه لامل ګرځیدل شي ولی خپل لوبیا او ځنی خواړه ک چیرتا دغه د اوبوچ خاک ور سره زیات ټګو په جوړودو کول نه لري بله بسیار مقبول بسیار زیبا ډاکټر صبیح جان تشکر کوم این به برنامه وخت برنامه دغه تقریبا تمام است بسیار تشکر اگر چې ما میفهم نام خدا به می هر سوال معلومات نام خدا زیات درین نام خدا خوب صحیح جواب طولانی میتین و همچنان از تشکر از شیرجان و شیرجان هم کسی گرده چپش یک کمک مشکل داشت بود ما روز برش دکتر صاحب گفتم که یک دادم بسیار فایده کردم تابلت پرستامول بود چی بود؟ اما پرستامول پیش از دفتار پیش در جای خورما پرستامول خورد کرده و دیگه استادی که ریسپان بازی هم بسیار زیاد دکتر صاحب فایده داره برای تمام مسائل یا در طول مسائل لپاره ورزش د ټول مرزونو څخه مخنیوي کوي نو وای کچیر ته تاسو غواړئ چې پاینده کې د پښتورګو په ناروغي وخت نه شي او بو وسکي ورزش وکړي تشکر بسیار زیات زنده باشین تاسو نه ډیر مننه بخیر باشین شما بفرمایید ډاکټر صاحب تا فردا که ما در خدمت شما حاضر میشیم آرزو دارم که از برنامه لذت برده باشین تشکر از مهمانای برنامه ډاکټر صاحب فرهاد جان و نجیب جان مهمان برنامه و رتاق برنامه و همچنین اطفال عزیز استاد شیر عزیز ثانک یو گود بای Thank you.